سلام ایرانیان سلام فارسی زبانان سلام عزیزای دل جان برادر حال تو چطوره امیدوارم خوش و خورم و سلامت باشی لعنت بر زیبا لعنت بر لیبرال ها و این برجا و سرمایداری که متاسفانه خون ایرانیانو در مافیاهای مختلف در حوزه های مختلف تو شیشه کردن امروز متوجه شدیم که یک واقعا میشه گفت تراژدی تراژدی بزرگ در معدن زغال سنگ تبس به خوب پیوسته که آمار تاکنونی رو بالای پنج و هفت نفر اعلام کردن که 24 پنج نفر همچنان گیر افتادن از سرویششون خبری نیست و این نتیجه سرمایداریه سرمایداری در ایران لیبرالیسم ایرانی نه لیبرالیسم اصلا ذاتش همینه سود مهور است جان کارگر مهم نیه بعد ای الدنگه وزیر سب میاد بیانیه میده دقیقا مثل اون آخوندی بیشرف که اون فاجعه در قطار مسیر تفریز گفت آقا همه بیمن آلا گفت گفت به فکر بیمه و نمیدونم چی اینا اینا برایشون مهمه حالا یه عدد اینا انسان نیستن از دیده اینا یه عددن این عدد از بین رفتن اینا باید بالاخره جایگزین بشن نگاه سرمایه داری به انسان ها همینه در انقلاب خمینی که قرار بود انقلاب پا برهنگان افین باشه رسمنجونی گور به گور شده ی علیه ما لعنت اومد اون از ریل خارج کرد و تبدیل کرد به انقلاب سرمایداری و برجوازی خصوصی سازی هم از این نوعه طبق قانون کار محیط کار ابزار کار ایمنی کار همه اینا بزایف کارفرماست پن ناظرین کجا بودن؟ اونم در معادنی که هر لحظه امکان انفجار گاز متان است خب چند صد متر زیر زمین دیگه و این گاز متان امروز عامل انفجار بوده شهید رئیسی هم بود از یه معدنی اونم خیلی اوضاعش خراب بالاخره سری امکانات رفاهی اینا در اثر اون سفر ما خود رئیس جمهور نداریم بیاد سفری بکنه بالاخره تو بین کارگران تو حوزه های مختلف بهبودی و بخش به محیط کار این نتیجه سرمایداری ایرانیه برادر من برجوازی ایرانی دنبال خون میگرده رسیدن به منفعت به هر طریقی با هر ابزاری با کمترین هزینه بیشترین سودی نتیجهش همین میشه آقا نتیجهش همین میشه بعد ما مواجهیم با یک طبقه اندک کوچک که برخوردارن سوپر تریاردرن با یه اکثریت عظیم که هیچی ندارن خل مالکیت شدن این ذات لیبرالیسم در کل جهانی طوره برادر من بعد اومدن انقلاب ایران که قرار بود اسلامی باشد ابو زروار باشد تبدیل شد به انقلاب سرمایداری انقلاب برجوازی کلن مثل اینکه از ریل کنده شد ریل گذاشتن این بر. این خیانتی بود که این لیبرال ها رسمنجانی گور به گور شده خاتمی در حق انقلاب و ملت ایران انجام دادن و هر از چنگای میشتمی از این با هایی که اتفاق میفته جا داره تسلیت بگم به خانواده های این عزیزان تو این شرایط وخیم اقتصادی از دست دادن ناناور خانواده واقعا دردناک آقا زندگی کارگری زندگی بازنشستگی زندگی حقوق بگیری نه میشه باش زندگی کرده حتی میشه باش مرد با این چندرغاز حقوقی که میدن وضعیت خودش رو بالاخره آقا تو کشور ما مفتنی بری تورم کی ضرر میکنه اونایی که مالک سرمایه نیستن تنها از قبل نیروی کارشون درآمد دارن وگرنه حتی اون بقالی و چقالی و چه میدونم این آه آه... کارخونه داران هی میمونه تو مغازه تازه گرونترم میشه اونا چیزی از دست نمیجه تازه سودم میکنن اونی که با ریالی میگیره بدبخته اون که حقوق بگیره است اینم از وضعیت کارش بنده خودم توی شرکت دولتی کار کردم تنها چیزی که بود سال یه پوتین به اون بدن و یه دست لباس همین این به قول معروف ایمنی کار ما بود بعد جالبه وقتی حادثه هم برای کارگر پیش می اومد اونم در اثر کار شاق کشت نیشکر یا در کارخونه بالاخره یه شرکت بزرگ درندهش بالا 24000 هزار هکتار زمین بنزه شهری شهر بزرگتر از شهر سه برابر شوشه بعد اتفاقی واسه کارگر می افتاد می نوشید می تو حادثهش برگ حادثهش چی می نوشتن که بعد مامور بیمه باید می اومد و او حادثه رو تایید می کرد تایید بعض اختا تایید نمی کرد می به علت بی احتیاطی. 99 درصد و 99 نونیم درصد حوادث کاری که در هفته اتفاق می افتاد و می افتاد تو برگ حوادث کارشون می نوشتن به علت یعنی می گردن کارگر بدبخت از شرایط کار و محیط کار و ابزار نمیدونم ایمنی کار و اینا چیزی نمیگفتن کارگر بی احتیاطی کرد اصلا شما ببینید نیشکر رو وقتی که درو میکنن از دو طریق حملش میکنن به کارخو اینو فقط من باب اطلاعات میگم یکی از طریق یه سبدایی هست 20 تونی 24 تون اون تریلر میاره بعد سبدایی دیگه هست مخصوص تراکتورن برای من 17 18 تون با یه تراکتوری که نه ترمز داره نه نمیدونم ایمنی داره سه تا سبد سب بهش میبندن 17 18 تون یه تراکتور فرگوسن کوچیک 4 سلند 17 18 تون نیشکر هم کن تو سنوات اخیر ده ها کارگر همین واسه حمل نیشکر می تو درن می تو تی سی ها کانال های مختلف جونشون از دست می دادن. بعد می نوشتن اصلا این کار غیر استاندار نباید صورت بگیره ولی خب دیوار کارگر همیشه کوتاه حکایت وزیر روانی بود خودت بمالش بله حالا وزیر سمت ما هم گفته آقا بیمشون پیگیری کنید خرم دنگ تو اول ببین برس پدر کارفرما رو در بیار چرا این اتفاق افتاده گفتم اینا نگاهشون به انسان ها عددیه این عدد از بین عدد دیگه میان جاش بله این لیبرال زمان جنگ هم بودن خون کرده بودن تو دل دلاورانی مثل سردار باخری که یه جای عطاب میکنه بهشون آقا چیه یه هزار نفر برای شما اگه شد ده هزار نفر هم میشه یه عدد طرف خودش تو اشغال بود بقیه برای می برای رو منفجر بشید بشید سرباز یک بار مصرف خویه بیارزگی فرمونده بود برید صحبت های شید باخری خون تو دلش بود و واسه این کار بعد اون جریان رومین رفتن رو به عنوان یه ارزش هم تبلیغ میکردن تو جنگ هم هم, هم این طور بود برادران کلی از دلاوران ما توسط بیلیاقت هایی مثل حالا نمیخوام اسم ببرم به مسلخ برده شدن بودی که دستاورد داشت آقا یه جا هست دستاورد داره عملیات هایی که لو میرفت بدون که متوقفش کنن انجامش میدادن مثل کربلای چهار هزاران نفر از دلاوران ایرانی رو همینطور بی خود بی جه. گفتم میشه یه عدد ده نفر نمیشه میشه هزار نفر یه عدد فقط به در صورت بازم تسلیت میگم دیدم و خراسان جنوبی هم سه روز ازای عمومی اعلام شده سمیمانه ترین ابراز, های. ابراز همدردی رو میکنم با خانواده ها و مردم در تبس به خصوص در زمانی که یک دولت لیبرال سرکاره مطمئن باشید لیبرال ها هوای هم دیگه رو دارن سرمایه دارن برادر من پول داره در کشور ما قدرت دست سرمایه دارانه پول داشته باشی از هفت دولت آزاد از قوه آزاد از گمرک آزاد از مجلس آزاد از دولت آزاد ده هفت دولت آزاد فقط پول داری پول که نداشته باشی خب وقتی سرمایه داریه بی سرمایه باشی یعنی بدبخت بله البته این قصه همه دنیاست چون ما همه دنیا مناسبات لیبرالیستی و داری برقرار و ارزش انسان ها به داراییشون بستگی داره نه به شخصیت انسان نه به اون شعیت انسان نه داراییش هر که داراییش بیشتر باشه ارزشش هم بیشتره بله. متاسفانه این مناسبات ظالمان هم هستش اما وارد برنامه بشی آقا تاتا هزبالا لبنان شخ زد رژیم سگانه. اسرائیل رو به آتش کشید نشد درمنی یا بو علفی بذار اول بله کمی را بخونم یا بو علفی گفتیم شما رو بر میگردونیم هونه درمه است الان شمال، الان باید فکر با حال حیفا بکنی اکا و حیفا و مرکز سگاین یعنی از اونجا میخوایم به کجا به تو قوم را بردید همه 14 کیلومتر چقل گفتی با چهار تا عملیات اینطوری اونطوری از بالا رو زمین زدی گفتیم داریم سیتو میکاسه کردی فکر کردی سید هم مثل بزدلان در ایرانن هن البته اون لیبرال بعضی از دوستان نوشتن پزشکیان رئیس شورا فرمانده کل قوا برادر شما مثل که مناسبات قدرت در ایران نمیشناسید رهبر ایران نمیشناسید اولا رئیس جمهور رئیس شورا انق... چیزه شورا عالی امنیت ملی تصمیمات همیشه از شورا عالی امنیت ملی گرفته میشه رهبری تایید میکنند و تقریبا نصف شورای عالی امنیت ملی منصوبین به معروف نزدیکان دولتن چون مثل وزیر خارجه اینا پستای حقوقی ان برادر مثل وزیر کشور مثل معاون معاون اول رئیس جمهور بعد دیگه بگم رئیس بانک مرکزی اگر اشتباه نکنم پنج شیش نفر از همین دولت تو شورا عالی امنیت ملی زمینی که آقای رهبری همیشه اینطور بر مبتنی بر برایند قدرت تصمیم گرفتن گفتم وقتی دولت دست لیبرال ها بوده دوران نرمش و به خلال مذاکره بوده وقتی دولت دست اصولگرایان بوده دوران چی ام... میگن مقاومت بوده دوران احمدی نجاد یادتون میاد قطار اصلی ترمز ندارد برنامه اصلی ما با قدرت پیشرفت کرد دوران حسن شد ام کرد ترمزش کشیده شد برجام هر چیز چیز بود بتون ریختن و نابود کردن و بعد دوران شید رئیسی دوباره برگشتیم به همون روند مقاومت رهبر جامعه که دیکتاتور نیه که البته ای کاش بودن من خیلی علاقه من بودم همچین چیزی بودن از این گند کسافت لیبرالیسم و این جمهوریت در ایران آبی واسه کسی گرم نمیشه و همیشه هم این سرمایه داران میان قدرت میگیرن در مناسبات سرمایه داری سرمایه دار حالا اینو فکر کنم یه بار گفتم تکراری میشه با دوستان جوان شما توهم داری که آزادی رأی دادن دارید لیبرال دموکراسی یک فریب است برارو شما دیدی در آمریکا یه کارگر رئیس جمهور بشه کنگرسمن بشه سناتور بشه یه معلم یه آدمی که سرمایه ندارد نه من باید پشتوانه حزبی قدرتمند داشته باشی باید صد پول باید او حزب پشتش مارکس میگه جریانات سیاسی روبنای جریانات اقتصادیان یعنی لیبرال هایی که تو میبینی که افراد سیاسی پشتش اصل کاری ها کیان جریانات اقتصادی هن. اتاق بازرگانی کارگزاران سازندگی همین شرکت ها مافیا و, مافی و سرمایه کلان بزرگ اینا رو بنا زیر بنا رو جریانات سیاسی و هدف جریان سیاسی پیش بردن منافع جریان اقتصادی هست یه اصل ساده روابط یا نظم مناسبات لیبرالیستی که سرمایه‌دار محور پا کسی کاری می شود این از افراد روبنای سیاسی که این جریانات اقتصادی سرمایش تامین کنن یه دفعه محسود گنگو میگه من نمیدونم پول ریاست جمهوری از کجا اومد ولی ما میدونیم از کجا اومد از اتاق بازرگانی اومد کارگزاران از امثال مرعشیان جور شد چرا؟ چون قرار تو دولت منافع اینو رو پیش ببری ده برابر هزار برابرش گیرش میاد با سیاست های تو هزار برابر گیرش میاد بله واسه همین در دنیا فقط دو حزب هر کشوری دو حزب قدرتمند دار عموما عموما آمریکا دو حزب در ایران دو جناح چون بقیه سرمایه نارن نه نوید درصد مردم همون تو زندگی عادیشون موندن بل تو اما بریم سراغ برگردیم بحث حزب الله آقا حزب الله کولاک حزب الله امروز سه کار بزرگ انجام داد برارو اول بذارید فیلماشو ببینیم یه کمی آدرنالین خونمون بره بالا یک کمی حالمون خوب بشید چند روز بود حقیقت افسردگی گرفته بودیم ما وقتی افسردگی میگیریم می حالا شی... می من نمیدونم دوستان چطور من بعضی از آدما هستن وقتی عصبانی میشن تازه پرخور میشن در خانواده‌ام دارم وقتی ناراحت میشه تازه اتفاقا قضا خوب... من یکی وقتی ناراحت میشم برای رو اساس قضا میبینم فرار میکنم حالا به هم میخوره بعدی تو غم و غصه باشم میبینی مثلا 24 ساعتی چی نمیخورم واسه همین تو غم و غصه به شدت یه دفعه صورتم قیافم عوض میشه سری حالا برعکس اونایی که پرخوری میکنم بعد مدتی تو دوران افسردگی اینا فربه میشن باد میکنن بله ما چند روز خیلی افسردگی خوردیم خیلی کمخوری کردیم برای خیلی هرس خوردیم برعکس آقا سید کاری کرد کار سید گفت جنگ شروع شده آقا دیگه رسما جنگ شروع شده بعض کنار زیر مشکلونه جنگ شروع و داره اسرائیل با آتش میکشونه سه کار بزرگ سید انجام داد هر سه کاری که ما پیش بینی کرده بودیم ما که برای این هم بگم هر که بچون حزب الله و بچون دلاور عقل شعورشون بیشتر از ما میفهمه ولی اون چیزی که ما به قول معروف دور از این قضیه و داریم نگاه میکنیم هر اون چیزی که گفتیم امروز حزب الله انجام داد چی گفتیم گفتیم حزب الله عمق درگیری رو افزایش میده از 40 کیلومتر شد 60 کیلومتر میدی 20 کیلومتر یعنی چی یعنی 400 500 تا 1 میلیون نفر آواره جدید به سگاینه اضاف میشه هیفا خط قرمز بود امروز هیفا رو رو کردی تو تریلی دور میخورد تو هیفا شیپال درش کرد حیفا رو <applause> با شفر شفرسو و استفاده از موشک های سنگین تر فادی یک فادی دو و برای اولین بار فجر پنج شخم زد و زدن پایگاه نظر من روز اول جنگ هم فکر کنم گفتم دوستانی که از اول با ما بودن میدونن اگر ایران یا حزب الله بخوان وارد درگیری با یعنی دیگه جنگ رسمی و کامل و همه جانبه با اسرائیل بشن به نظر من اسرائیل چهار پایگاه شکاری داره چهار چار تا رو بزنی 80 90 درصد قدرت برتریش که نیرو هواییش از دست بید. و امروز حزب الله لبنان پایگاه اه رامات, اه رامات دیوید اگر درست خونده باشم یعنی از دیشب مورد ضربات کوبنده قرار یعنی از مدار رزم خارجش کرد همون پایگاهی که چند روز پیش گالانت یابوخ خپخپکانی خب خب رفته بودن اونجا رجز میخوندن سیاست لبنان این فیلمش ببین ببینیم یه کمی حال وکنیم گفتیم میایم سیتو، گفتیم داریم سیتو می میکاسک علی. بله پایگاه راما دیوید سکش یعنی ترکتل روش کردن شیپولدرش کرده به به و امروز خود به خود همینطور آتش میگیره شما ببینید همین همین جا نزنه شیلتران نزنه مراکز کنترول و اینا رو نزنه هواپیما رو نزنه پای باند بزنه آسفالت بزنه درست کردنی آسفالت خودش دو سه هفته زمان میبره یعنی چی یعنی خارج شدن اینا از چرخه رست توانت چیزی کاش می خب چهار تا رو همزمان بزن کار سگاینه تمومه و امروز هیف... یه کار دیگه کرد حزب الله حزب الله از روز اول یه معادله ایجاد کرده بود گفته بود آقا زدن غیر نظامیان خط قرمز غیر نظامیان رو ما رو بزنید غیر نظامیان رو رو واسه همین امروز شخم زد هزبار <applause> یعنی اشتمال همینطور جلمجاش کرد تو هم یعنی تو چرخ زد تو هم مثل چرخ گوش و از صدای سگایل بلند شده جیه این موشای کسی بلند شده چرا من مناطق مسکونی حمله کرده بالا شما رحم کردید نادرست ها همین چند روز دیروز تو زاهیه پریروز غزر خودی که کاملا منهدم کردی ببین جیغ به نفش این سگاینه رو ببینی کانال اسرائیل به فارسی بله اینجا داره جیغ میزنه لحظه هلنا که راکت شلیک شده توسط تروریست بوعت قرم دنگ تحت حمایت جمهوری اسلامی به به خانه مسکونی در شمال اسرائیل پس این یه معادله جدید بود که حزب الله برقرار کرد گفت غیر نظامی در مقابل غیر و امروز اینو به عمل داره حزب الله ببینید آخه شما یه جو اخلاقیات به خرج میدی برای یه رژیمی که یه بیای یه مردمی که حداقل شعوری دارن پس در این موجود خداوند که اینا میگن قوم برگزیده می شما با این قوم بی اخلاق مگر میشه با اخلاق با مسائل انسانی اسلامی رفتار کنید اینو چهار بار بزنه قلبتو تو میدم بازدارندگیش از بالا به دست میاره اینا به شدت ترسو بزدلن بله ببین حیفان به حیفان خو اصلا کور روش کر کرد, کرد حیفانو سگو آسمان حیفان چطور را هشتش بیادگیر یا کردید پخمگان در, در ایران هم البته سیاسیونشون 400 <applause> بار بگم میزنیم و انتقام میگیریم همش مشکی و هم بالیه سید وقتی میگه سگ نیستا میدونه سید نباده هندی امروز یه دستقتی از سید, دست از سید منتشر شد بسمید تالا ما پیروزیم ببینید دیدید حیفا رو چه کار کرد یا بو علفی شمال برگردوندی الان فکری به حال این حیفا و عکا و مناطق تا عمق 60 کیلومتر و 70 کیلومتر باش الان مدارس امروز اعلام تعطیل کردن اول سال تعطیل <applause> خوشمال ورگردونی خرم دنگ ببینید جمله بسمی میتال قطعا سنتسر قطعا پیروزیم پیروزی با ماست این روحیه خدای عمرش رو جاودانه کنه یکی سید حسان نصر الله یکی سید عبدالملک بدردین و سایر دلاوران واقعا اینا کم پیدان آقا یعنی دشمن هم بهشون حرفش حرفه و امروز بلای سر سگاینه یعنی آورد که سگ ها به حالشون زار میزنن برار ببین این گزارش یودیت آهارونور از وضعیت حیفا منتشر کرد شاخ زده برات دقیقا هم گفتم در چارچوب ایجاد بازدارندگی حزب الله لبنان در روز اول گفته بود غیر نظامی در مقابل غیر نظامی زاهیه در مقابل تلاوی الان دیگه نوبت تلاوی برد. و از موشک سنگین کرد هنوز از موشک خانواده فاتح استفاده نکرده از موشکای شاب دو و شاب موشک های مثل قیام مثل ذلفقار اینا استفاده نکرده تلاوی باید بزنه حزب الله لبنان ما دیروز هم گفتیم روزا قبل هم گفتیم با این جه که جونورا فقط باید با زبان زور صحبت کرد برای بازگرداندن بازدارندگی حزب باید تماما یا امروز مجتمع نظامی رافائلو و مرد هدف قرار داد سید چند وقت پیش گفته بود با یک حساب سرانگشتی آن چیزی که شما در سی سال اخیر ساخت فلان پایگاه چند 22 میلیارد دلار اون شست میلیارد دلار اون فلان گفت در یک ساعت یا شاید هم در نیم ساعت همش دود میشه هوا و امروز این پایگاه نظامی رافائل مورد هدف کوبنده قرار داد و سیاهترین روز در سگاینه در این حداقل از جنگ سی روزه تا امروز رسانه های رژیم سگونیستی بیمارستان های ایفا و شمال در حال آماده سازی برای انتقال بخشا به مجتمع های زیرزمین برای تو کلا برای کلا برای کلا دادرسا. به زیرزمینی مستحکم در بهبه ادامه تنشا و درگیری هاست بله فیلم های زیادی از برای رو که همینطور شخ زده من... یوتیوب خیلی گیر میده دیروز برای تیترش پنجا بار تیتر میزم هشدار برای میده هونه دره بی رسانه های اینا دست گلوبالیست ها سیونیست ها هرچند دردشون به جون رسانه های داخلی ما مثل ایتا و روبیکا و نمیدونم حالا حقیقتا باید گفتا مثل این چی بود این که مثل یوتیوب آپارات آپارات من یه متحمل نکرد <applause> شرکت این کانال ما واسه همیشه بست <applause> بل خلاصه آقا یعنی ببینید اینجا هم فیلم دقیقا از اون لحظه ای که راکت میاد بسیاری از مناطق مسکونی رو با موشک فادیوان که 320 میلی متریه بله آسمون حیفا تشفت و عدد تشفت و عدد و خیلی به قول معروف پاسخ حزب الله کوبنده بوده از دیشب تا امروز حزب الله لبنان اگر از روزا اول تو فاز تهاجمی میرفت اینا جنایت پیجرها و حمله به زاهیه و کشتار سرداران حزب رو انجام نمیدادن چون حزب قبل از اون بازدارندگی بیروت در مقابل تلاویو و سالهای سال حفظ کرده بود در مقابل سگاینه کرنش در مقابل این رژیم این مصیبت‌ها ها رو داره اسرائیل هیوم هم گفته که علی رضا عباس ملقب ابو حسین باریش به عنوان فرمانده جدید نیروهای رزوان منصوب شد و جانشین ابراهیم اخیل شد خلاصه ببینید عکس ببینید این مراکزی بود که از دیروز سگاینه اعلام کردن که جز مناطق زردن و اینا باید نزدیک موشدونی باشن نزدیک پناگاه باشن تمام مدارس و آینای نمیدونم مذهبیشون که داره نزدیک میشه به یونکیپور همه اینا رو به معروف کنسل کرد اما حزب لول بر سمت حیفا و عکا و این مناطق حالا اینجا رو میخواد کجا بفرست؟ بفرسی سرای نقب بی آب و علف تو <applause> با این رژیم وحشی باید با زبان زور اینا با زور اومدن با زورم باید برن حزب الله اگر این روند تا روزهای آینده پیش ببره من به شما قول میدم دولت یابو سرنگون میشه تازه خیلی هنوز امروز همین نزدیک زور با سیل پهبات ها اکسیوز میگه حمله امشب از بالا ترین حمله از زمان آغاز جنگ غزه بود بله حمله گسترده موشکی بامداد امروز حزب از, از حیث عمق مناطق مورد هدف بی سابقه بوده است شبکه دوازه اسرائیل هم در این گزارش میگه نتانیاهو میخواست ساکنان شما را به خانه‌هایشان بازگرداند اکنون باید به فکر بازگرداندن ساکنان حیفا باشد ای داد و بله ژاک ناریا یک جنرال ذخیره اسرائیل میگه که حزب بیوده به بی این منطقه یعنی رافائل موشک شلیک نمی کند بانکی از اهداف دقیق دارد همونایی که هد هد رفته بود شناسایی کرده بود پهپاد هد هد دقیقا امو جا رو برد اهداف قرار, <applause> بله. قرار داد بله بانکی از اهداف دقیق دارد و میخواهد شرکت رافائل را مورد هدف قرار داد بله یوسی ملمان تریگر هارت سار دست چپی منتقد سیاست های دولت یوبو نزدیک به کارگر و یا لاپید و اینا میگه اگر فرض کنیم ارتش اسرائیل و جبهه داخلی مصمم باقی بماند و بتواند در دو جبهه جنگ را انجام دهد آیا تضمین وجود دارد که جنگ فقط به این دو جبهه ها محدود شود امروز هشت شبی هم موشک و موشک, و موشک کروز و پهپاد شلی کردن بچون انصار الله سید عبدالملک بدردیم گفته قافلگیری های واید فراوان داریم ظرف روزهای آینده اون هم چه کنی <تصفح> بله کرانه واقعا در حال جوشیدن است و با سوختی که در نتیجه تروریسم شرک نشینان بر آتش آن افزوده می شود در آستانه راه اندازی انتفاضه سوم است ولی انتفاضه به جا سنگ چی داره دوش پرتاب داره تفنگ داره فرقش با انتفاضه اول و دوم اینه بله بله سه اصلا صحنه رو میبینی لذت میبری که این چنین زواهی الحیفا ازرار کبیر جدا جدا واید خسارت کبیر واید <applause> بله اینجا هم این قطعا یوتیوب ما اجازه نمیده استفاد موشک به منزلی در حومه حیفا اینجا هم بله این فیلم بذارم اینجا به مجتمع صناع نظامی رافائل کی که از مجتمع خیلی مهم سگاین است و بسیاری از تسلیحاتشون و تجهیزاتشون در این مجتمع ساخته میشه ببینم میتونم اینو نشون بدم ماشاءالله به این صورته بعد گنبد پشمکی خواسته با موشک و راکت های برخورد کنه زده به یک گاوداری ببینید هدف قرار دادن این ها و مرغداری ها و اینا هم سیاست های حزب هزبالله هست. زدن مراکز اقتصادی رژیم سگونیستی مثل مرداریا و گافداریا و کارگاه ها و اینا باعث چی میشه؟ یعنی سیاستی که هزبالله الله به دنبال کشتسازی نیبرارو. رو هزبالله به دنبال کوچاندن سگونیستا از شمال از حیفا یعنی الان داره عمق بیشتر میده بعد اینا چون بی اصالتن بی ریشن به خود سید حسن چمدوناشو چم رو میبندن میرن پس هدف حزب الله و محور مقاومت دو چیزه در حال حاضر یک ایجاد جنگ فرسایشی دو کوش دادن سگاینه از شمال و هر روز داره عمق حالا رسیده به 60 کیلومتر تازه شروع کردن به 60 کیلومتر بعد یه تلیگر خشم تلیگر کانال 14 سگاه خشمگین باش ندرست ما فرصت دومی خواهیم داشت ما در حال زدن زیر ساختای در حال زدن زیر ساختای لبنان است بعد ببینید این ترسوها رو ببینید گفتم اینا چون بیریشن به شدت ترسوان حالا مثل مردم خودمون یا مردم شیر زرد لبنان ان یمن و یا عراقیو نیست اینا ترسیب بزدل یعنی بهشون میگی پخ بله اینا در میرن ببینم پیداش میکنم این موشا در حال فرارن و بله بینم اره اینه <shield noise> فرار کنی نه درست فرار کنی کشکوله فردا دیگه پرودگاه بنگوریون مبلو از آده با واسه فرار کردن و در رفتن بله فرار کنی نه درست های بعد یکی از این اشغالگران در شمال خونش فراریش دادن بعد اینجا داره فوش میده یا نفری میکنه به زیده زن اصلنا بله خبه این سوزن بکایی زیر باش گلو یاد اون جو که ده شستی افتادم گفت <تصفح> خارجی رسید پیش یه ایرانی بالاخره حالا بگه یکی مثل بل بعد حرف زد بعد اون ایرانی مزه مزه چیز مزه مزه اتیاد هرچی گوتی سی خود حالا به ای این سگاهیل باید گفت مزه اتیاد سی خود هر چی بله اینجا داره تلیم الله غصه زمی کشوه حتیم الله غصه نصرالله 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 میده الله نصرالله دیدی فراری دادن نصرالله نصرالله دیدید فراری دادن از زمینای غصبی روندند تون گفتیم میایم سراغتون گفتیم میایم خراب بیشیم رو سرتون سید گفت گفت منتظریم شیکتونه تانکارو رو بفرستید در رفتار شناسی شرقی با غرب مسلمان شیه با سگونیس یا آمریکایی اونا تلفات دادن باعث چی میشه؟ ضعف میشه فرار ترسیدن گرخیدن اما در این مکتب ما نه اون باعث جوشش میشه باعث خشم بیشتر میشه رشادت بیشتر میشه ره بوت دراره خون رو که یکی ما کشتی نادرست تا نخونمت ولکن نیست. تازه ما پاپیچش میشیم، به این مردم ما باید با زبان احترام حرف زد اگر میخواید دلشون رو به دست بیاری باید با احترام با نرمی با آهستگی با خواهش تمنای قول ما لالکا هست <applause> نه با زور چون شما باکی از مرگ نداریم شما دنیا پرستید از مرگ میترسید این بار که کسی ترسی نداره حالا شهید ابراهیم عقیل رفت شهید یه دلاوری دیگه میاد این برق در دست میگیره تازه رشیدتر رادیکالتر قدرتمندانه تر بله خلاصه امروز حزب الله واقعا کاری کرد کار این گزارشی هم بخونم از هارت که میگه بابا این جریان پیجرها که سالهای سال موساد روی اون کار میکرده در اثر خریت یوبو الافی این ما این برگ سوختیم از دست دادیم و عنوانش اینه انفجار پیجرها اسرائیل در مسیر اشتباه و شکست این هارت میگه معتبرت این رسانه در سگاینه روزنامه هارت در مطلبی درباره عملیات سعیونیستا نوشت پیامت های عملیات منفجر کردن پیجرهای اعضای الله متوجه خود اسرائیل خواهد شد این روزنامه در این زمینه نوش شاید آماده سازی عملیات منفجر کردن پیجرهای اعضای الله لبلان یک حرکت نبو... نبوغامیز باشد اما این نکته را در این حال کتمان نمیتوان کرد که اجرای آن یک اشتباه و شکست بزرگ بوده و اسرائیل بعدتر تبعات و پیامدهای آن را احساس خواهد کرد موساد به احتمال زیاد سالهای زیادی برای برنامه ریزی و اجرای عملیات ماهرانه و پیشرفته وقت صرف کرده که در عمل مانند سلاحی بوده که فقط یک بار می شود از آن استفاده کرد الان بنده شخصا دیگه به موبایلم اعتماد ندارم خدا بکشید یعنی وقتی استفاده نمیکنم میذارم جای چند, چند متر از دور باش یه اعتماد ندارم به لپتاپ هم اعتماد ندارم دیگه و این درسته پس این سره باید یک بار اتفاقا باعث شده در جهان نه فقط در منطقه در لبنان در جهان آدما واقعا به فکر فرو برن کشورهای مختلف فکر فرو برن که این میتونه هر کشوری رو گرفتار کنه تروریست از اون استفاده کنن قطعا مطمئن باشه در آینده نزدیک تغییرات زیادی در جهان قوانین مختلفی در جهان تصویب خواهد شد واسه تروریست تکنولوژی همین مربوط به تکنولوژی ارتباطی موبایل و لپتاپ و این چیزا الان این عدم اعتماد بنده تنها ندارم مردم دنیا دیگه ندارن چون میتونه هر آن تبدیل به یک سلاح بشه حالا شنودش و استراح سم و دوربین و فلان اینا بمانه قطعا اینا میدونن این باتری ها لیتیومی چطور چقدر داغ بکنن منفجر میشه همه چیز چیزا داره یادتون میاد سامسونگ ورژن هفتش اس هفت خود به خود آتیش میگرفت باتریش بعد تقریبا پنج 6 سال پیش بود بعد کلا از چرخ خارجش کردن حالا بخوان مثلا اینو فعال کنن ولی با چیز بالاتر درجه اشتعال بالاتر اگر رو 60 درجه منفجر میشد آتیش میگرفت اینو مثلا بذار رو 70 درجه مثلا میگم بلکه این نقاط ضعف خودشون میدونن انفجار تقریبا همزمان سی سه هزار تا چهار هزار پیجر که توسط اعضای حزب الله و حتی برخی از فرماندهان حزب مورد استفاده قرار می, می گرفتند و به دنبال آن هم انفجار ناگانی و خود به خودی شماری از دستگاه رادیویی رادیوی دستی اعضای این حزب می توانست تبدیل به یک عملیات درخشان و خلاقانه شود عملیاتی که می توانست نشان دهنده این موضوع باشد که تحلیل تخیل برنامه ریزان عملیات های جاسوسی واقعا محدودیت و نهایتی میتواند نداشته باشد اجرای عملیات اما اشتباه پیش رفت و حالا دیگر بعید است که کل این پروژه به عنوان عملیاتی که قرار بود تغییر دهنده یک بازی استراتژیک مهم باشد مطابق نظرات برنامه ریزان خود به اهدافش برسد قطعا نخواهد رسید دیگه یه سلایه یه بار مصرف بود الان کل دنیا دیگه بیدار شد گفتم این کل دنیا رو در یک بحت و شک قرار داد کسی فکرش نمی کرد بیشتر تو فیلم های تخیلی میشه ماشین ها یه دفعه خود به حرکت میکنه یه دفعه می پیچن. یه دفعه حکایت تسلای بود که ایلان ماسک به چیز داده بود به رئیس چچن دیروز پریروزم از دور اتوماتیک خاموشش کرد به آقای قدیروف داده بود قدیرو و دمش کرد بردش تیر گذاشت روش تاخیر آمریکایی و ناتو بردش تو جنگ اوکراین گفت خیلی خوب کار برد داره دیروز پریروز بود قدیروف اعلام کرد که ایلان ماسک خاموشش کرده کنترل در دست دارن آقا ماشین توه ولی اون کنترل میکنه و سرمایداری لیبرالیست به دنبال کنترل بشریته کنترل انسان هاست حالا حتی این مسئله تو جران کرونا هم میگفتن این واکسن ها به نوعی نوع به نوع خصوص این فایزر و مایزر و اینا که هورمونی بودن شایعش بود که آقا اینا کنترل میکنه بالاخره قلب زربانو میبره بالا دفعه هر کی رو بخواد نفله کنه واسه همین رهبری ما چند سال پیش گفت واکسن از آمریکا انگلیس نخرید حتی در مورد تکنولوژی گفت از شرکت موتورولا نخرید این این مشکوکه با سیونیستا اش رو نش حرف های این مرد رو باید چند سال بگذره تا ما درک کنیم این پیر فر نه ما و اون مسترو و فنا رفته مسترو و فرا که نوک دماغش هم نمیدید خرفت از دنیا رفت بل اما عبدالباری اطفان سردبیر رسانه معتبر الرعی همون حرف چند وقت پیش ما باید بریم برای تصرف الجلیل با امید خدا گردانای های رزوان منتظرن و عبدالباری اطفان میگه که صبر رابردی مقاومت تمام شده و زمان آزادسازی الجلیل فرا رسیده است الجلیل یه زمانی بخش لبلان بود سگاینه این کرده بودن عبدالوار اطفال و اشاره به حمله رژیم سیاسی به زایه بیروت و شادت جمعی از فرماندهان بارز حزب از جمله ابراهیم اخیل و احمد محمود وحوی از آن به عنوان عامل منفجر کننده جنگ در منطقه و فعال کردن کامل و اکثری وحدت میادی نام بود وی از خریب و خوب بودن جنگ گسترده رژیم سیاسی با لبنان خبر داد و در مطبی به عنوان تلاویب در برابر زاهیه نوشت آیا زمان اجرای معادله پس از ترور اخیر و نمایش سایبری اسرائیل فرا رسیده است شروع شد با میده خدا را حیفان امروز ترکتل رو کنی. امشب شد تلافی ترکتل کنیم امشب شاید تلافی به ترکتل رو کنیم موشک های فاتح بیان بده سخت منتظرم بدارشون خدا وکیلی یعنی <neither> همینطور شرپکی میزنه تا حالا مثلا از امروز از برای اولی بار از فجر پنج راکت های فجر پنج کرد بته ایران یه پروژه ای رو با حزب الله شروع کرد ایران جلوتر ولی اینا به لبنان هم بود موشک راکت های فجر و پنج رو تبدیل به موشک های نقط زن کرد و چندین سال تقریبا قصه 7 -8 سال پیش 5 6 سال پیش کارشانس فرستاد و راکت های فجر و پنج حزب رو هم تبدیل به موشک های نقط زن کرد بله اطفان به شجاعت همیشگی سید حسن نصرالله در سخنرانی پنجشنبه اشاره و اضافه کرد آنچه ما نتی... ما را به این نتیجه سوق میده در وهله اول سخنان سابق سید حسن نصر است که معادله تلاویب در برابر زاهیه را مطرح کرد یعنی در هر حمله به زاهی حمله با موشک نقطه زن به تلاویب را به دنبال خواهد داشت دومی که مقامت لبنان به این نتیجه رسیده است خ... خیشتنداری و صبر راهبردی به آخر رسیده است دیدید امروز حتی مناطق مسکونیشون فرار کنید تو کلهاتون فرار کنید برید ببین یابو علفی کجا شما رو بی حیفا رو خالی کنید اکار رو خالی کنید جولان اشغالی رو خالی کنید بریم یابوی که قرار بود شماله برگردونه بریم با شما چه کار میکنه بله بعد مقامت به این صبر راهبردی به آخر رسیده است اهداف مورد نظر از آن محقق شده و حالا زمان روی آوردن به واکنش بازدارنده در برابر اسرائیل و انتقام فوری از آن با هدف قرار دادن عمق سرزمین های اشغاری و اجرای گزینه بعدی یعنی آزادسازی الجلیل و بلندی های جولان به عنوان گام نخست آزادی بخش فرا رسیده است به خدا تو دسترس مثل چی؟ هفته اکتبر تو دسترس بودم منطقه ما هم شکه شدیم هماس ما رو در جریان کار خوبی کرد ما رو در جریان نذاشت چه لو میرفت پروژه وگه هفته اکتبر موقعش بود که بریم به سمت تصرف و نابودی اسرائیل و آمریکایی بعدا بعدن این اعلام کردن که اینا گیج و منگ بودن اینا آمریکایی بودن رفتن روحیه دادن بابا خودتون نبازید فلان کمکتون میکنیم آمریکایی ها رویه بشده کارشون تموم بود هفته اکتبر همون بچه مقامت فلسطین میروندن چون اگه نبودن بل. اطفال میگه جنگ آتی و, حمله و احتمالی شامل جنگ زمینی و حمله به الجلیل و چه بسا جولان اشغالی و احتمال جنگ دریایی و هدف قرار دادن میادین کاریش و سکوهای گازی و نفت در دریای مدیترانه است هزبالا موشک داره هزار کیلومتر برارو موشک ها کروز داره جون دل زده کشتی قد نسیر نمیدونم انواع موشک های زده کشتی داره حزب علاوه بر رزمندگان سلحشور صدها هزار پهباد و موشک نقطه زن دارد که میتواند به آنها تاسیسات و سکوهای گازی را هدف قرار دهد و جریان انتقال گاز از رژیم صهیونیستی به اروپا را در آستانه فرا رسیدن و زمستان مختل کند <تصفح> حالا التماس های اروپایی ها و آمریکایی‌ها رو واسه اینکه بخوان جلوی درگیری یوبو الفی با لبنان رو بگیرن متوجه شدید برارو بله احتمال تجدید جنگ وجود دارد و مکنون پس از حمله سایبری و حمله به زایه لبنان به جنگ به جپه اصلی در این جنگ بدل شده است نتانیاهو بعد داد فراریت رو به فراریت فراری از موشک را به شهرک هایشان باز میگردانند در الجلیل اما هرگز توان عمل به وعده خود را نخواهند داشت همانطور که نتوانست بر حماس و دیگر گروه های مقامت در غزه با وجود جنگ نسکشی و پاکسازی نژادی 11 ماه غلبه کند روزهای آتی آکنده از شکست ها برای اسرائیل و نتانیاهو و آکنده از پیروزی برای محور مقاومت در لبنان و یمن کرانه باختری و عراق خواهد بود به امید و خدا امیدوارم این عقل و شهامت هم به مسئولین ما برگردد هرچند امروز یه خبری دیدم که خودمم شیف کردم از لحن فرمانده سپاه نه آقای سلامی یکی از فرمانده های سپاه که گفت یه داریم سی سگونیستان این کاسکلی این دفعه اما کاسکلش خیلی خیلی خفناکه بله معاون اما امان کننده سپا پاسخی فراتر از انتظار به اسرائیل میدهیم باید کار اسرائیل تمام شود تحمل ملت ها از زدن صرفا چند موشک گذشته و رژیم اسرائیل باید محو شود این رژیم منحوس هیچ رای و جز محو کامل از روی زمین ندارد منتظریم سجیلا رو بارک بزنید خورمشرا را آماده کنید نمیدونم شهاب سه و فجر قدر و فجر اس و امات ها رو آماده کنید و البته اگز زنبوری ها و پهپاد ها و پهپاد شاید سده بی رسی در هفته رجای هفته دفاع مقدس رونمایی شد یادم رفت بهش اشاره کنم تا تا پنج هزار کیلومتر بار داره پهپاد انتهایی آمریکا چند میلیون دلار فقط جایزه تا... که این سازندش کی میده میدونی پنج هزار دلار پنج هزار کیلومتر یعنی چی پایگاه اصلی آمریکا در منطقه کجاست پنج هزار کیلومتر با ما فاصله داره یعنی منبع ترابری تجدید خوا و پشتیبانی کامل آمریکا در حداقل تو حوزه سنت کام البته تو شرق دور هم همونجا جزیره دیگو گارسیا 5000 کیلومتر جنوب ای تو دریای اقیانوس هند جنوب اقیانوس هند 5000 کیلومتر با ما فاصله داره و این پهپاد برای زدن مرکز پشتیبانی نیروهای آمریکایی خوبه اونی که عقل ایران 40 سال 45 سال واسه اون جنگ بزرگ کوچ آماده کرده و دشمنش از روز اول مشخص کرده سگونیستا اینا کوچکتر از این حرفان ها پهباد شاهد سد شیش بی پنج هزار کیلومتر سلام دیگو گارسیا <تصحیح> بله در صورت پتا جایی کار هزبولا مراکز اقتصادی زده مراکز مسکونی رو زده به قصد کوش دادن سگونیستا مراکز صنایع نظامی تس ساخت نظامی رافائل زده بزرگترین پایگاه نظامی سگونیستا یعنی رامات دیوید یا همچین چیزی اسمشه این هم زده شهر حیفا رو زده ترکتل روش کرده و عکا و جولان اشخالی و عمق دادن به 60 کیلومتر به افزودن به عمق درگیری و کوچ دادن 60 کیلومتر از سگاینای ترسو بزدل اینا عملیات های از دیشب تا امروز حزب لبنان بوده بله این همون چیزهایی بود که ما عصبانی می شدیم که گفتیم باید صورت بگیره خوشبختانه صورت گرفت. به خدا همین از بالا لبنان تنها سی سگنیستا کافیه اگر در تهران دستاشونه نباید همین بچون یمن از تهران دستاشون می بنده متاسفانه اونم با دولت لیبرال دیدم تو خبرها دیدم ولی زیاد مورد توجه قرار نگرفت یکی دو خبرگزاری دیدم بهش اشاره کرده بودن گویا عباس عراقچی که گردن شکسته مل کچ کرده رفته به نیویورک خواسته بوده که قبل از رفتن به نیویورک با هزبولا بره سفری کنه به هزبولا لبنان هزبولا لبنان دیدار داشته باشه احتمالا با سید حسن که گویا سید قبول نکرده و گفته الان زمانش مناسب نی بذارید واسه بعدن به نوعی هم این نشون میده که خود نیرو خواهمدم دل خوشی از این دولت لیبرال و اینا هم ندارن گویا مسعود گنگو هم با دخترش پسرش خانوادگی یه روز بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت امو مسعود فرستی دادیم فرست دادیم سیاحت سیاحتش کجا نه رفته سازمان ملل مسعود چی میگه مسعود هر مسود مسعود چی ها بود لا اونجا میگه ما براریم لا میخواد دیداری بکنه دست بده و فلان امیدوارم حداقل در بیت ربری کسی به این گلپایگانی سردار بایید کسی بهش توضیح بده آقا اونجا آب نکنیم بالاخره هرچند الان بالاخره یوبور گویا شعورش بیشتر از اینا بود سفرش 24 ساعت 48 ساعت به عقب انداخت برای رفتن به نیویورک ولی اینا تفریح به خدای وزارت خارجه ما 80 90 درصدشو رو تعطیل کن کوچکترین آسیبی به ایران نمیرسه به منافع ایران به پیغمبر خدا 90 درصد سفارت های ایران در خارج کشور تعطیل کنی کلی ارزناوریه. به نفع مونه کلی سود کردیم آقا یعنی وزارت خارجه رو باید منهدم کرد دوباره با افراد جدید باید دوباره اینو ساخت پانکه دست تازه درآمدم برا رو درآمد دلاری و یورو و ارزی میدم به سفرا و بقیه چون ریال تمن می تمن میده برادر من مشاور و کارشناس داره بالا پونزده هزار یورو ماهانه مزد میگیرن بله نتیجه چی نه پیدا کنید پرتقال فروش بله دوستان عزیز برنامه ما پایان رسید قربون تو برم ایران ما به پیش میره شتابان پرسرعت و ترات گاهی وقتا سری میریم جلو گاهی وقتا یواش ترمز مون ولی مسیر درست من همیشه اینو میگم دل خوشیم به این که هدف درست مسیر درست مون تا سرعتمو کم و زیاد میشه ولومش کم و زیاد میشه بعضی وقتا با سرعت به ترات میریم بعضی وقتا پیاده میریم به پا میریم الان چه موقع است الان داریم پاورچین پاورچین میریم یه زمانی هست نه مثل از چارنل داریم میریم نه الان پاورچین پاورچین داریم میریم جلو ولی خب داریم درست میریم اندکی سب با سر نزدیک است قربون تو برم سپاس از مهرتان پیروز باشید یا علی